حامد رو بیاریم. سلام حامد جان. سلام خدمت عزیزان بابک و آرمین عزیز، درود حامد عزیز. درود بر شما جناب آرمین. من فقط یه بحثی راجع به همین قضیه که الان داشتین میگفتین، اینکه گفتی هر چیزی احتمالش کم باشه، والا من یه جای خونده بودم که میگفت اگه هر چیزی احتمالش هر چقدر نزدیک به صفر باشه اما اون زمان چیز رو داشته باشه، اون مهلت رو بتونیم بهش بدیم، قابل رخ دادنه، یعنی محقق شدنه. رو خواستم اینو بررسی کنیم ببینی این دخلی داره به اون حرفی که داریم. زندگی اصلا نمیتونیم بکنیم. این شما الان هیچ تضمینی وجود نداره. خب این چیزی هم هست که هیومن بهش اشاره کرده، خب که گذشته مثل آینده باشه، درسته؟ هیچ تضمینی بله. وجود نداره. خب الان از لحاظ علمی تنها دلیلی که ما داریم برای اینکه قوانین، مثلا قوانین ریاضی، قوانین فیزیک، خب ادامه پیدا میکنه، به خاطر اینکه تا حالا اینجوری بوده، درسته؟ تنها تضمینی که داریم که تو آینده ادامه پیدا میکنه به خاطر اینکه همیشه اینجوری بوده، ولی این دلیلی نداره که ما یه همچین چیزی به هم چیزی اعتقاد داشته باشیم که چون یه چیزی بوده باید آینده هم اینجوری باشه. خب معنیش اینه که گراویتی میشه گرایش زمین، درسته؟ گرایش گراویتی بله. گرانش. خب برای همین مثلا شما از لحاظ علمی ما به این، ما به خاطر اینکه کاربرد داره به این باور داریم که چون هر جرمی یه جرم دیگر رو بین دو تا جرم گرانش وجود داره، تا حالا دیدیم وجود داشته، تو آینده هم وجود خواهد داشت. خب ولی همونجوری که شما گفتین اصلا دلیلی نداره که ما به این اعتقاد داشته باشیم که چیزی که قبلا بوده هم آینده ادامه پیدا خواهد کرد. یعنی به عبارت دیگه من اگه به شما بیام بگم آیا احتمال داره که تا 10 دقیقه دیگه گرانش به طور کامل از بین میره بین همه جرم ها، خب آیا احتمال این وجود داره؟ شما باید بگیم بله احتمالش وجود داره، چون ما هیچ دلیل نداریم که باید ادامه پیدا بکنه. هر کسی هم بیاد بگه که مگه میشه تا حالا همیشه اینجوری بوده، چرا نباشه؟ من خب. میتونم سوال کنم چرا باید باشه؟ ببین من میتونم به شما بگم که احتمال داره، ببین آیا احتمال داره که حامد جان شما از پنجره بپرین بیرون، خب یه اتفاقی بیفته؟ یعنی از ریاضی، از کوانتوم فیزیک و اینا اگه نگاه بکنین، شما تمام ساب اتمیک پارتیکلاتون احتمال این که به یک جوری همشون تکون بخورن که شما بتونین پرواز بکنین وقتی که از پنجره پریدین بیرون، احتمال این صفر نیست، بسیار نزدیک به صفره ولی خود صفر نیست. خب حالا شما فرض کنین که ما بیایم زندگیمون رو اینجوری بکنیم که بر اساس این بکنیم به چیزایی که احتمالشون انقدر بسیار نزدیک به صفره ولی خود صفر نیست، همه اینا رو در نظر بگیریم. خب ما باید بتونیم اگه اینا رو بخوایم در نظر بگیریم، مثلا غذا رو باید بخوایم، غذا ما ممکنه همین ثانیه تبدیل به سم بشه. ما میتونیم از پنجره بپریم بیرون به خاطر اینکه بگیم که احتمال این وجود داره که من میتونم پرواز کنم همین الان. میدونیم از چه اصلا چیزایی که احتمالش نزدیک به صفر رو ما اصلا نباید در نظر بگیریم. بحث من این نبود، ولی خب مثل خدا گفتم الان این نکته این هست چ... که بحث من آره. چیه؟ ببخشید من متوجه نشدم. نه خواهش می‌کنم آرمین جان، فقط یه نکته، وقتی مثلا آخر بحثت شد بگو تمام که من وسط حرفت نپرم یه موقع، چون قطع میکنی یه مقداری فکر میکنی بعد حرف میزنی بعد دوباره من فکر میکنم بحث تموم شده واسه همین. اوکی بپر وسط حرفم، مشکل نداره، من حساسیت ندارم اگه بخوای وسط حرفم بپری. آها نه آخر بعض از موقع میگی هنوز تموم نشده اوکی. حرفم واسه همین. خب میگم وقتی بگم بعضی از موقع من خودم داخل چند تا گروه آتیستی هستم، بعضی از موقع آدم حرفی که مثلا میزنه اونجا یه میاد یه برهانی و چیزی رو مثلا بررسی میکنه، میگن نه تو خدا باوری و برچسب به ما میزنن. نه اینجوری نیست، من واقعا دارم بررسی میکنم، خودم دارم سبک سنگین میکنم حرف بالاخره مخالفم باید شنید دیگه. شما موافقی که باید حرف مخالف رو شنید، درسته؟ بله معلومه، ما از کجا هستم بفهمم حرفم درسته اگه حرف مخالف نشنید. بله حالا من خواستم یکی از این برهانا رو که دیشب دیدم داخل یوتیوب بررسی کنیم واسه اثبات وجود خدا. خدا باورا میگن که اول یه چیزی رو باید بررسی کنیم، اپامیو، اینکه بیگ بنگ خب آغاز وجود زمان و فضا بوده یا نه، میتونیم اینو بگیم؟
اونجوری که تا حالا متخصصین و دانشمندا میگن بله، تو این جهان بله، تو جهانهای دیگر نه. مثلا بگیم که این همین جهانی که الان هست، خب با تمام قوانین و موجوداتش آغازش بیگ بنگ بوده. بعد میان میگن چی؟ میگن 4 تا شق داریم ما، یعنی شقوق ایجاد میکنه، 4 تا شق داریم. شق اولمون اینه که بیگ بنگ از هیچ به وجود اومده باشه. شق دوم میشه بیگ بنگ از خودش به وجود اومد، یعنی از خودش به وجود اومده باشه، خود به خود از خودش باشه. بعد شق سوم میگه یک مخلوقی این رو به وجود آورده باشه. شق چهارم میگه یک خالقی که خودش مخلوق نباشه این رو به وجود آورده. تکرار کنم دوباره اون دو تا اولیشو بگو، از هیچ به وجود اومده از کلمه ببخش. نه خواهش میکنم بگو نظرتو. اصلا از اینجا معنی نداره. از میمازم چرا؟ چون شما وقتی که شروع زمان با خود بیگ بنگ باشه، خوب. کلمه از وقتی شما از رو استفاده میکنین، یه چیزی قبل از این از هست و یه چیزی بعد از این از هست. شما وقتی که زمانی وجود نداشته باشه که اصلا خارج از اون چیزی بتونه توش وجود داشته باشه، کلمه از دیگه اینجا معنی نداره. خب پس ببین، یه چیزی هست که اینجا باید بررسی کنیم دیگه. یه نقطه عطفی وجود داره که بعد از اون همه چیزا به شدن تبدیل شده. خب قبل از اون نمیتونیم حرفی بزنیم. اصلا قبلش قبل اینجا قبلا معنی نداره. شما هیچ زمانی قبل وجود معنی نداره. درست. خب حالا میگن خب این بالاخره اگه بخوایم بگیم که مثلا زمان یا فضا نبوده، یا اصلا کلن بالاخره یه نقطه هست که ما اون نقطه رو میدونیم چقدر باش فاصله داریم. متوجه چی میگم؟ مثلا میگه 13.5 میلیارد سال مثلا ما از اون نقطه فاصله داریم که این جهان هست بود شده، یعنی هست شده. واسه همین چون آغاز داره، اینو آغاز در نظر میگیرم. میگن چون آغاز داره 4 تا حالت اتفاق میافته. حالت اولش اینه که 4 تاش دو تاش اشتباه بود، دو تاش از داره. اصلا هر 4 تاش اشتباه بود. اصلا از معنی نداره. درسته؟ همش از داشت. درسته؟ آره. حالا بررسی کنیم ببینیم اصلا چی هستش. حالا فرض بگیریم داشته باشه. خب میتونیم؟ نمیدونم بتونیم یا نه. سعی میکنیم. خب فرض کنیم آخه اونا، ببین مسلمان وقتی باشون بحث میکنی، وقتی که علم در تضاد با اون اعتقادشون در بیاد، میگن علم مشکل داره نه اعتقاد ما. اینجوری هن اونا. خب باید یه استدلالی بتونی ارائه بدی که اونها ذهنشون درگیر بشه. وقتی تو علمی ارائه بدی، اون میگه علم آقا مشکل داره، اعتقاد من رو هیچ وقت نمیگه اعتقاد من مشکل. حالا ما فرض کنیم که از باشه. خب حالا 4 تا حالت به وجود میاد. حالت اولش اینه که از هیچ به وجود اومده باشه. حالت دومش اینه که خودش رو به وجود آورده باشه. حالت سومش اینه که از یه خالقی باشه که خود خالق مخلوقه. حالت چهارمش اینه که اون خالق مخلوق نباشه. این همه 4 تاش همش غلطه. خودشو به وجود آورده. از لحاظ علمی میدونم، آره خودم هم میدونستم، ولی خب وقتی بهشون میگی، خب چیکار کنم؟ میگن که حاضر نیستن. که اگه من نمیدونم، اگه حاضر نیستن بیان تو دنیای علم، قرار نیست که چون اونا نمیان تو دنیای علم ما بریم تو دنیای خرافات. میگم چیه؟ آره بگین که مثلا که داری میگی که اونا دارن چرت و پرت میگن، حاضر نیستن حرف ما رو قبول بکنن، برای ما هم بهشون چرت و پرت بگیم. من نمیخوام چرت و پرت. نه ببین، پس از موقع میبینی استدلالشون یه مشکلاتی از لحاظ غیر علمی داره، مثلا یه مشکلی از لحاظ فلسفی و منطقی داره، میتونی اونا رو بهشون ارائه کنی که بهتر مثلا پذیرا باشن. میدونی چی میگم؟ پذیرای اون میتونیم بگیم که میتونیم بهشون بگیم که مثلا درباره قبل از بیگ بنگ یا از مثلا از چی به وجود اومده دنیا، اینو درباره این کلمه صحبت کردن، مثلا اینه که بگیم که گوشه یه کره کجاست، مثلا همچین حرفیه. خب مثلا کره، مثلا میدونید
گوشه نداره. خب شما وقت ببین وقتی ما داریم در ببین یه چیزی هم بهشون بگیم، شما دارین درباره چیزای صحبت میکنین، درباره شروع جهان در جوی صحبت میکنین، به خاطر اینکه تجربه انسانی از شروع چیزها اینه که مثلا یه چیزی قبلش بوده که باعث این شده، شما این تجربه شخصی خودتون رو دارین یه کلیگرایی میکنین و با نگاه انسان محوری خودتون یه استدلالی میکنین که همه چیز باید اینجوری باشه. خب چون تجربه های شخصی شما این بوده که هر چیزی شروع شده یا خالق داشته یا یه چیزی دلیلش بوده یا یک زمانی قبلش یه اتفاقی افتاده که باعث این شده، این معنیشی نیست که حتما همه چی اینجوریه. خب اینو شما میگه خب من نمیتونم تصور بکنم که چیز اینجوری نباشه. خب ما داریم در مورد چیزی صحبت میکنیم که اصلا از ماورای مغز انسان داریم درباره‌اش عدم وجود زمان و اینا داریم صحبت میکنیم. خب معلومه که خارج از تصور شماست. خب ما داریم به شما میگیم که مجموعه محاسبه های ریاضی که ما رو به این نتیجه ها رسونده، برای این ما میدونیم این محاسبات نتیجهش درست بوده که تونستیم بر اساس همین محاسبه های ریاضی پیش بینی هایی بکنیم که همش درست در اومده و تکنولوژی هایی تونستیم اختراع بکنیم که همش درست در اومده. خب شما مجموعه های تفکرها و فلسفه های دینی که شما استفاده میکنین که برای اثبات وجود خدا هیچ وقت همچین کاربردی نداشته، برای همین هیچ وقت شما نتونستین به ما نشون بدین که آگاهی شما، چیزی که شما فکر میکنین آگاهی هست از دنیا، از جهان و از جوری که همه چی کار میکنه، هیچ وقت نتونست نشون بده که رازی رو از دنیا داره که نشون میده که مثلا، یعنی ببین شما کاربرد ما تکنولوژی، ببین قدرت پیش بینی خب و قدرت تغییری که این اطلاعاتی که ما داریم از دنیا به وسیله مثلا علم فیزیک نوین و ریاضی و این چیزا، چون که قدرت پیش بینی داره و قدرت تغییر داره، نشون میده که درست هست، بر اساس برداشت‌های درستی از جهان هست. خب شما هم چیزی رو هیچ وقت توی دین نمی‌بینید. کدوم یکی از فلسفه‌های دینی تونسته باعث بشه که ما کاری رو انجام بدیم که نشون میده ما رازی رو از دنیا کشف کردیم؟ خب اینا درسته، منم اشاره کردم به ابن هیثم زمان خلیفه ششم که اومد به کسانی که دیندار بودن و خیلی چیزا رو بدون دلیل و این چیزا پذیرفته بودن، گفته بود که هر کسی که بخواد مثلا به سمت علم بره و بخواد مثلا پا توی عرصه علم بذاره، متوجه میشه بدون مشاهده و اندازه‌گیری ما هیچ وقت نمیتونیم هیچ حرفی راجع به چیزی بزنیم که نه دیدیمش نه دلیلی برای ارائهش داریم. خب بعد تمام جالبه، تمام مسلمان ها هم میان مثلا روی این پافشاری میکنن که ابن هیثم مسلمان بوده و زمان مثلا خلافت ششم اونجا داشته به خلافت ششم کمک میکرده و علم رو سرپا نگه داشته، چه میدونم گسترش علم داده. درست دانشمند بزرگی بوده، ولی باید بری حرفاشو نگاه کنی بخونی ببینی چی گفته دقیقا. اصلا خود قرآن و خود این گفته؟ این که مسلمان علم مثلا علم داشته هیچ ربطی با درست بودن اسلام نداره. دقیقا خود همین دانشمنده هم همینو گفته دیگه، گفته ببین اصلا وقتی تو پا تو عرصه علم میذاری هیچ وقت هیچ چیزی رو بدون دلیل قبول نمی کنی. الان قرآن پر ادعای بدون اثبات و دلیل دیگه، اسلام هم همینه، محمد هم همونه. درسته؟ اصلا پا تو عرصه علم بذاری تمام اینا میره زیر سوال. حالا مسلمونا اکثر اوقات بیشتر با علم مشکل دارن تا بخوام با اعتقادشون مشکل داشته باشن. ما باید بهشون، ما نمیتونیم برای اینکه علم قبول ندارن بیایم از یه چیز دیگه استفاده کنیم. خب علم بهترین روش برای نتیجه گیریه. خب نمیتونیم بگیم خب ما فقط تنها کاری که میتونیم بکنیم اینه که بیایم نشون بدیم که چرا علم بهترین روشه. یعنی شما اگه مشکل با علم دارن، خب پس فعالیت اول برای این باشه که نشون بدیم که چرا هیچ چیزی بهتر از علم وجود نداره برای نتیجه گیری. دقیقا وقتی آدم به مشکلی برمیخوره خب علم به دادش میرسه دیگه. الان ما واسه کرونا دعا به دادمون نرسید، واکسن به دادمون رسید. درست. هیچ چیزی که بحثی ندارم، مزاحمتون هم نمیشم بیشتر از این، اذیتتون کردم؟ نه اذیت نکردی، معلومه که نه. آقا چه اذیتی، خوشحال شدیم. آره شکرم.